سلام، من کریس برنز هستم. به برنامه 25 ثانیه خوش آمدید. طبق روال برنامه با دعوت از کارشناسان سعی می‌کنیم به عمق موضوعی بنگریم و مهمانان سعی خواهند کرد در 25 ثانیه به سوالات پاسخ دهند. حال نگاهی به موضوع این برنامه می‌اندازیم. با پیشرفت غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تهدیدها از هر دو طرف بالا می‌گیرد. سومین صادرکننده نفت جهان ادعا می‌کند که این توسعه هسته‌ای برای اهداف صلح‌جویانه است. اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه با اعتقاد به اینکه ایران بیش از پیش به ساخت بمب اتمی نزدیک شده، با تشدید تحریم‌ها موافقت کردند. اسرائیل از حمله هوایی برای از پا درآوردن توان هسته‌ای ایران صحبت می‌کند و ایالات متحده این گزینه را رد نمی‌کند. تهران تهدید به بستن تنگه هرمز، مهم‌ترین تنگه عبور نفت جهان و حذف اسرائیل از روی نقشه جهان می‌کند. برخی معتقدند که هدف موضع سخت ایران در مورد برنامه هسته‌ای جلب حمایت مردم از دولتی است که مخالفان خود را سرکوب کرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد. با وجود اینکه مذاکرات گذشته هیچ نتیجه‌ای نداشته است، نور کوچکی از امید بعد از قول مذاکرات جدید وجود دارد. بعضی معتقدند که ایران سعی در به دست آوردن زمان بیشتر برای ساختن بمبی دارد که به اعتقاد برخی ماشه رقابت سلاح‌های هسته‌ای در منطقه را خواهد کشید. در برنامه این هفته 25 ثانیه، در حالی که مسئولان عالی رتبه از حضور امتناع کردند، سه استاد دانشگاه دعوت ما را پذیرفتند. شاید این استادان با آزادی بیشتری صحبت می‌کنند. از پارلمان اروپا در بروکسل، جواکیم کوپس با ماست. او مدیر مؤسسه اداره امور جهانی در دانشگاه آزاد بروکسل است. از تل‌آویو، مایر لیتواک، مدیر مرکز تحقیقات ایرانی در دانشگاه تل‌آویو، او میگوید اسرائیل در وضعیت دشواری برای تصمیم به حمله هوایی است. و از کاتانیای ایتالیا، رضا تقی‌زاده با ماست. او تحلیلگر امور ایران و متخصص موضوعات هسته‌ای است و در دانشگاه گلاسکو تدریس می‌کند. به برنامه خوش آمدید. اولین پرسش برای هر سه نفر شماست و از آقای جواکیم شروع می‌کنیم. آیا شما واقعاً فکر می‌کنید که ایران در تلاش برای ساخت بمب اتمی است یا این فقط یک مدرک ضمنی است؟ سوال بسیار خوبی است. این سوالی کلیدی است و البته باید بر اطلاعات متنوعی که داریم تکیه کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مؤسسه مرجع در این زمینه است، در آخرین گزارش خود در ماه فوریه به طور واضح گفت که هیچ مدرک روشنی در مورد اینکه ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی دارد وجود ندارد، ولی تناقضاتی است و مسائلی وجود دارد که باید حل شود، ولی هیچ نشانه واضح که دلالت بر آن داشته باشد نیست. چالش‌ها، میر، به نظر شما آنها دارند بمب می‌سازند؟ ایرانی‌ها در حال تدارک بسیاری هستند و هر موقع تصمیم بگیرند می‌توانند بمب را بسازند. ایرانی‌ها در حال پیگیری اقدامات مختلفی هستند که اگر هدف ساخت بمب نباشد، بسیار غیر منطقی خواهد بود. این به آن معنی نیست که آنها تصمیم به ساخت بمب گرفتند، اما در حال آماده سازی راه برای روزی هستند که تصمیم اتخاذ خواهند کرد. رضا، آیا ایران سعی در ساخت بمب دارد؟ همه شواهد نشان می‌دهد که ایران به سوی اهداف خود می‌رود، ولی هیچ کس نمی‌تواند آن را ثابت کند تا زمانی که آنها به هدفشان برسند و ادعای انفجار بمب را بکنند. پس برای ابراز عقیده اکنون زود و پس از اینکه تصمیم گرفته شود دیگر دیر است. در مورد اینکه آنها در حال ساخت بمب هستند صحبت کنیم. درباره حملات هوایی که موضوع داغ کنونی است چه میگویید؟ آیا واقعا این حملات از پیشرفت برنامه هسته‌ای جلوگیری خواهند کرد؟ آیا ارزش واکنش احتمالی را دارد، مایر؟ این معمایی بزرگ است. اشخاصی معتقدند که حمله هوایی برای به تعویق انداختن یا حتی از کار انداختن کامل تلاش‌های ایران الزامی است. افرادی که تردید دارند نگرانند که فقط باعث عقب انداختن کار به مدت 2 یا 3 سال خواهد بود، در حالی که عکس العمل این حمله هوایی شدیداً منفی است و ایران پس از اینکه مورد حمله واقع شود حتما برای دستیابی به بمب تلاش خواهد کرد. رضا، شما معتقدید که آنها در برنامه ساخت بمب پیشرفت می‌کنند. نظر شما درباره حمله هوایی چیست و یا ارزش آن را دارد؟ ایرانی‌ها باور دارند که اسرائیل به تنهایی حمله نخواهد کرد و فکر نمی‌کنند که آمریکا آماده پشتیبانی از آنهاست و به نظر آنها این یک بلوف است. ولی برای فهمیدن این مسئله به زمان بیشتری نیاز دارند. از جواکیم در مورد تحریم‌ها می‌پرسیم. می‌بینیم که تحریم‌ها دارند تأثیر خود را می‌گذارند. ولی آیا فکر می‌کنید تأثیر به اندازه‌ای خواهد بود که باعث پایان برنامه ساخت بمب هسته‌ای شود؟ این سخت است. ما شواهد بسیاری داریم که در بیشتر مواقع تحریم‌ها تأثیر مورد نظر را برای تغییر نظر رهبران نداشتند. اکنون این تحریم‌ها را اگر با دیگر کشورها مقایسه کنید، بعد بسیار وسیعی دارند. برای مثال، نهادی که معاملات مالی بین‌المللی را انجام می‌دهد،
راه را برای معاملات بانک‌های ایرانی با جهان خارج قطع کرد. این یک تحریم بسیار سختی است. آیا بیشتر بر مردم عادی تأثیر می‌گذارد یا تأثیری هم بر قشری که می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند دارد؟ همیشه این پرسش در مورد تحریم‌ها مطرح است. آقای میر، آیا این تحریم‌ها برای آرام کردن دولت اسرائیل و جلوگیری از حمله هوایی کافی است؟ نه، فکر میکنم تأثیر آن بیش از آرام کردن دولت اسرائیل است. تحریم ها باعث سختی وضعیت اقتصادی ایران به حدی میشود که دولت مجبور به فکر درباره اینکه آیا برنامه هسته‌ایش ارزش آن را دارد یا نه خواهد شد، یا اینکه این سیاست هسته‌ای موجودیت رژیم را به خطر خواهد انداخت و بنابراین تحریم ها شاید حکومت را مجبور به مذاکره کند. رضا، شما در مورد تحریم ها چه فکر میکنید؟ آیا غرب باید این تحریم ها را تشدید کند؟ فکر میکنم این تنها گزینه مناسبی است که در اختیار آنهاست. تأثیر تحریم ها شدید بود و اقتصاد ایران را به چالش کشید. واحد پول ایران در عرض 4 هفته گذشته ارزشش را تا 40% از دست داد. ولی من با یوآخیم موافقم که این به توقف برنامه ایران نمی انجامد. و اکنون مذاکرات، ما درباره مذاکرات جدید صحبت می‌کنیم. گفتگوها تا کنون شکست خوردند. چه چیزی باعث می‌شود که فکر کنیم این دفعه موفق می‌شویم، جواکیم؟ خب البته ما بر این عقیده ایم که باید با دیپلماسی پیش رفت. فقط در مورد حمله نظامی بگویم که ضمانتی ندارد و راه قانونی نیست. فکر می‌کنم که این بار پیشرفتی حاصل خواهد شد، ولی مهم این است که هر دو طرف این مناقشه را مورد توجه قرار دهیم. نگرانی‌های اسرائیل و همچنین نگرانی‌های ایران. البته امنیت و ثبات منطقه را هم باید در نظر گرفت. اگر هر دو طرف این جنبه‌ها را مورد توجه قرار دهند و اگر هنگام مذاکرات اعتماد واقعی ایجاد شود، موفقیت‌آمیز خواهد بود. همه درباره اینکه این دفعه شاید شانسی باشد صحبت می‌کنند. آقای میر، آیا امیدی هست؟ آیا اسرائیل به موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات امید دارد؟ در مورد موفقیت آمیز بودن مذاکرات تردید بسیاری در اسرائیل وجود دارد، اما فکر میکنم بسیاری از اسرائیلی ها میخواهند به مذاکرات فرصت دیگری بدهند و امیدوارند اکنون که دولت ایران با مسائل بی سابقه اقتصادی روبروست تصمیم به اتخاذ موضع قابل انعطاف تری گیرد و امیدوارم تلاش های هماهنگ تر غرب ایرانی ها را مجبور به تعویق تلاش هایشان کند. آقای رضا، آیا فکر می‌کنید مذاکرات به رژیم ایران راهی برای عقب نشینی آرام اعطا می‌کند؟ پیش‌بینی من این است که مذاکرات ماه‌آینده پایانی مشابه مذاکرات 6 سال اخیر خواهد داشت. پس بدیهی است که برای شما تحریم‌ها تنها راه حل موجود است، رضا. ایران ترجیح می‌دهد وضع موجود را حفظ کند. از طرف دیگر به موضوع نگاه کنیم. شماری از کشورها دارای سلاح هسته‌ای هستند. چرا ایران به عنوان کشوری مستقل نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد؟ جواکیم. اول از همه باید به چشم‌انداز جهانی بنگریم. بر اساس معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای این کار غیرقانونی است. این قرارداد وضع موجود را حفظ می‌کند. این نکته اولی است که باید مورد توجه واقع شود. اما وقتی دیدی جهانی دارید، باید کشورهای دیگری که سلاح هسته‌ای دارند و معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده‌اند را نیز مورد توجه قرار دهیم. و این موضوعی کلیدی است که باید به آن توجه کرد. آقای میر، چرا ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؟ اول اینکه ایران امضا کننده معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و این نقض معاهده است. دوم، ایران کشوری است که طبق نظر اکثر کشورهای جهان حامی اصلی تروریسم بین المللی است. ایران هسته‌ای نه تنها تهدیدی برای اسرائیل، بلکه برای جهان عرب است. سوم اینکه به صراحت اعلام بر حذف و نابودی کشور دیگری می‌کند. و چهارم، اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، در خاورمیانه مسابقه هسته‌ای شروع خواهد شد که باعث بی‌ثباتی این منطقه و مناطق دیگر جهان خواهد شد. آخرین حرف شما آقای رضا، چرا ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؟ این سوالی است که دولت ایران در سکوت باید تکرار کند. پس معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای چیست؟ وقتی ایران به سلاح‌های هسته‌ای مسلح شود، همه در منطقه خانه دستیابی آن می‌شوند، مثل عربستان، مصر، ترکیه. این یک کابوس است. متشکرم رضا، از همه شما ممنونم. وقت برنامه ما به پایان رسید. از مهمانان برنامه جواکیم کوپس، میر لیتواک و رضا تقی‌زاده سپاسگزارم. کریس برنز هستم و از توجهتان به برنامه ایمان تشکر می‌کنم.